سلام و درود. سلام، حال شما خوبه؟ ممنونم، شما خوبین؟ خدا رو شکر. زنده به باشید. همه دوستانمونم سلام عرض میکنم. سلامت باشید. من هم به شما سلام میگم، به بقیه عزیزان سلام میگم، دوستانی که الان میپیوندن، عزیزانی که بعدن میبینند و میشنوند. با اجازه من یک مقدمی عرض کنم و آرام آرام دلها رو آماده کنیم برای بحث و انشاءالله بحث بکنیم. همونطور که دوستان عزیز احتمالا دیدن، موضوع این لایو یا این برنامه زنده عنوانش هست چهره زنانی مسئله شهر، و قابل حدس هست که موضوعش هم قول و قوش همین مسئله شروع میکرده. حتما نیازی به یادآوری و توضیح نداره که ماجرای شر و مصیبت ها و فلاکت ها و گرفتاری ها و انواع این ناملایمتی ها حاجتی به اثبات نداره. کسانی که با این فجایع روبرو میشن، میخواد این فجایع طبیعی باشن، مثل زلزله و آتش فشان و کرونا و چیزهای از این قبیل، میخواد این شروع رو، این گرفتاری های اخلاقی باشن که ناشی از انواع ظلم و جورهایی که آدمیان به هم دیگه وارد میکنند و روا میدارند، یا دیگر شروع دیگه که من وارد دفاعش نمیکنم، شروع متافیزیک. اوکی، خب درباره این شرور هر کس که فکر کنه و اگر باورهای الهیاتی داشته باشه، حتما اولین چیزی که ذهنش رو میگزه اینه که اگر این شرور هست پس خدا کجاست، و اگر خدا هست پس این شرور چیه. خب کسانی هم که باورهای دینی هم ندارن، یکی از به قول از این فیلسوفان معاصر بکنم مکی هست اگر اشتباه میگم، خواهم رو به اصلاح بکنم، که آخرین پناهگاه الهاد رو شر نام میذارن، که به هر حال اگر هیچ استدلالی هم نباشه همین برهان شر کفایت میکنه که ما بتونیم از مواضع الهادی دفاع بکنیم. خب از سوی مقابل بسیاری هم از متعلقان و فیلسوفان دین میکوشن که یا اشکالی ایراداتی به این استدلال شر وارد بکنن، و یا و سوای این برخی کوشتن یک سری تئوریسه های یک سری دفاعی های ایجابی هم ارائه بکنن و مطرح بکنن که این شروع رو با در نظر گرفتن خداوند، وجود خداوند، حالا با تعاریفی که داره، به نفعی تبیین بکنن، که بگن بعد میشه ما همچنان باورهای دینی و الهیاتی خودمون حفظ کنیم و در این حال به این شروع هم باور داشته باشیم و بپذیریمش و خلل الهیاتی برای ما به وجود نیاد. من وارد استدلال برهان شر آمدانه نشدم و وارد گزارش هم از این تئوریسه ها یا اعتقادات اصلا نمیشم که در واقع بحث شدید نشه. خب من به خاطر که مقدمم به مقدمه ابن خلدون شبیه نشه، من بحث رو تموم کنم. در خدمت خانم دکتر هستیم. یکی از پنجره هایی که قرار هست به این ماجرا نگاه کنه، پنجره و نگاه زنانه هست، و به همین خاطر جای این رویکرد، جای این نگاه به ماجرای شر خالیه از جمله در بین فلاسفه هم. خب چه خوب که خانم دکتر هم خودشون زن هستند و با این نگاه میخوان به این مسئله نگاه بکنن، و ببینیم این نگاه، این پنجره چه حرفایی برای ما داره. در خدمت. بله، خیلی ممنونم ازتون آقای کشمیری. درود بر شما برای مقدمه‌ای که در واقع بیان کردید. من میخوام در مورد چهره زنانه مسئله شر صحبت بکنم. در سه بخش صحبتم رو ارائه میکنم. اول شر زنانه، و بعد مسئله شر زنانه، و بخش آخرم تئودیسه های زنانه. بخش اول رو
آغاز میکنم شر زنانه. قبل از اون یه سری روایت های از شر از چشمانداز زنانه میگم که خب اینا رو میخوام ازشون استفاده بکنم. مثلا در خاطرات جنگ تحمیلی عراق و ایران زنهایی که اونجا حضور داشتن مثلا توی دزفول توی خرمشهر و خب خاطراتشون خیلی جالبه و شنیدنیه که اینکه جنگ رو چجوری میدیدن و چجوری شر رو برای ما توضیح میدن. بعد مثلا الان که شروع میکنن به مرور خاطرات میگن که ما اونجا توی در واقع وسط جنگ و بمبارون غذا درست میکردیم، شیرینی میپختیم، بعد میبردیم سر قبرا شیرینی ها رو تعارف میکردیم، بعد مهمونی میدادیم، عروسی برگزار میکردیم. یعنی که مثلا خیلی از ماها کتاب دار رو خوندیم، این همیشه وقتی که میخواد از مادرش بگه، مادرش رو توی هر شرایطی در حال غذا خوردن، در حال غذا درست کردن در واقع معرفی میکنه، تصویر تصویر میکشه، میگه که توی هر شرایطی که بود مادر برای اون 8 بچه‌ای که داشت یه پیکنیکی پیدا میکرد و شروع میکرد به غذا درست کردن، حالا از هر چیزی که داشت، از یه سیب زمینی و تخم مرغی که بود داشت غذا درست میکرد. یا اینکه خود همون در واقع راوی دا میگه که زمانی که توی خرمشهر بودن و داشتن میجنگیدن و اینا، یه زمانی که یه فرصت کوتاهی پیدا میکنن بلا فاصله میرن یه جایی که بتونن خودشون رو تمیز بکنن، حمام کنن، موهاشون رو آراسته بکنن، موهاشون رو رنگ بکنن، و این خب خیلی جالبه وسط جنگ این کار انجام میدن. یا حالا خود من که مادرم در واقع دو تا از پسراش رو در جنگ تحمیلی ایران و عراق از دست داد و دو تا برادر من شهید شدن، ایشونم نموند توی این مصیبت، بعدش دیگه دوباره برگشت به زندگی و بچه‌هاشو عروس کرد و براشون جهاز خرید، عروسی برگزار کرد و خیلی فوری برگشت به زندگی. و از این خاطرات خیلی زیاده، به ویژه در همین کتاب یه رمانی هست که جنگ چهره زنانه ندارد، مربوط به زنهایی هست که در جنگ جهانی دوم توی روسیه درگیر جنگ بودن و خب خیلی روایت‌های شنیدنی از این زنها هست و اصلا خود عنوان‌های این کتاب خیلی جالبه. مثلا یه عنوانش اینه که نیاز به سرباز بود اما من می‌خواستم زیبا هم بمانم. یه عنوان دیگرش بوی ترس و چمدان آب نبات. یا من این چشمها رو امروز هم به خاطر میارم. و از این عنوانهای جالب. و بعدش میره سراغ مصاحبه میکنه. میره سراغ زنهایی که توی جنگ شرکت کردن. لباس جنگی پوشیدن و رفتن و دفاع کردن از سرزمینشون. خیلی عنواناش جالبه. مصاحبه ها خیلی جالبه. یه جایی میگه که اگر از مردها بپرسی جنگو تعریف کنن میگن که مثلا فلان جنرال ها اینا بودن و چند نفر رفتن، چند نفر کشته شدن و به این ترتیب حالا شکست خوردیم یا پیروز شدیم، به این ترتیب تعریف میکنه جنگ رو. ولی زنها یه جور دیگه تعریف میکنن، از یه واژگان دیگه استفاده میکنن، میگن که مثلا چند نفر زنده موندن، نمیگن چند نفر کشته شدن. یا اینکه میگن که چه کارهای انسانی در حاشیه اون جنگ اتفاق افتاد و چه مهربونی ها و همدلی های اتفاق افتاد. یا اینکه مثلا از وقتی که از رنج انسان ها صحبت میکنن در کنارش از رنج حیوان هایی که اونها هم درگیر جنگ بودن، گیاهانی که نابود میشدن، تلف میشدن و اصلا کلن از رنج انگار کل کره زمین و کل محیط زیست حرف میزنن. یعنی در کنار رنج انسان، رنج گیاه و حیوان و محیط زیست رو هم میبینن، در حالی که اینا اصلا تو روایت های مردانه نیست. خب خیلی جالبه. و بعد میگن که تا که میخوان شروع کنن به تعریف کردن میزنن زیر گریه. بعضیاشون میگن اصلا ما نمیتونیم تعریف کنیم، برای اینکه اگه بخوایم تعریفش کنیم یعنی اینکه باید دوباره توی اون شرایط زندگی کنیم. و این خودش خیلی جالبه، نگاه زنانه که زن
هیچ وقت نمیتونه جدا باشه از اون ابژه و باهاش یکی میشه، با ابژه‌ای که داره حالا تعریفش میکنه، داره مشاهدهش میکنه، داره به خاطر میارتش، باهاش یکی میشه و اگه بخواد تعریف بکنه نمیتونه حالت استعلا داشته باشه، دور بشه ازش، باید باهاش یکی بشه. به خاطر همین خیلی هاشون میگفتن که ما حالمون بد میشه چون که انگار دوباره باید تو اون شرایط زندگی کنیم و انگار که زنها به هنگام روایت حضور واقعی دارن در اون صحنه ها و ازش فاصله نگرفتن. یا اینکه میگن که ما بلد بودیم چجوری رنج بکشیم، این همسنگری های ما که مرد بودن اینا بلد نبودن چجوری رنج بکشن، ما میشستیم گریه میکردیم، شیون میزدیم و از درد و رنجمون حرف میزدیم ولی اونا فقط سکوت میکردن و خب ما بلد بودیم که رنج بکشیم، اونا بلد نبودن. و باز از رنگ هایی که اونجا میدیدن حرف میزنن، از بوهایی که اونجا به مشامشون میخورد حرف میزنن، در حالی که مثلا تو روایت های مردانه اصلا رنگ و بو نیست. ولی مثلا میگه که یه دفعه رفتیم روی ماسه ها، ماسه ها انگار زرد بود، بعد یه دونه لنگ کفش بچگونه اونجا افتاده بود، یعنی چیزایی که زن میبینه در حاشیه اون جنگ، یه لنگ کفش بچگونه اونجا افتاده بود. بعد میگه که به ما مثلا کوله پشتی میدادن، ما هر دو نفری از یک کوله پشتی استفاده میکردیم، یکیش رو برای خودمون قیچی میکردیم دامن میدوختیم چون یه دلمون تنگ میشد که چرا دامن اینجا نمیپوشیم، بعضی موقعی که بیکار بودیم دامن میپوشیدیم. یا اینکه خیلی براشون دردناک بوده که تا که میرفتن جنگ باید که موهاشون رو کوتاه میکردن، موهاشون رو از ته میتراشیدن. اولین چیزی که همشون میگن همینه که ما موهامون رو مجبور بودیم از ته بتراشیم. و این خب خیلی جالبه، این نگاه که زن اینقدر در زمان شر و در زمان تجربه شر اینقدر هنوز به بدن خودش توجه داره، و اینکه زن اصلا نمیتونه از بدن خودش جدا بشه و اتفاقا همین پیوند با بدنش و همین پیوند با زندگی بهش کمک میکنه که از شر عبور بکنه، یعنی تو شر گیر نکنه و به راحتی مسئله شر رو برای خودش حل بکنه. و خب حالا بعدش در واقع به اینها اشاره خواهم کرد. و خلاصه میگن که ما شبها توی سنگر ترانه میخوندیم، موهامونو میبافتیم، ناخونامونو لاک میزدیم، موهامونو رنگ میکردیم. حالا احتمالا اینا هنوز موهاشونو نتراشیده بودن و اونجا عاشق میشدیم و حرف از مثلا معشوقمون میزدیم واسه هم. و بعدم این که بعضی موقعا حتی بعضی ها عروسی هم میکردن همونجا، مثلا یه دونه چتری که از یه دونه سرباز آلمانی غنیمت گرفته بودن میآوردن و ازش لباس عروس میدوختیم برای عروس تو همون سنگر، عروس و دوماد با هم عروسی میکردن و اون لباس رو تنش میکرد. و خب خیلی جالبه که میگه که این نویسنده که میگه که من میرفتم مصاحبه کنم، بعضی از اینها مردها میگفتن که خب تو اینقدر حالا دنبال زنها میگردی، ما که بیشتر تجربه جنگو داشتیم، یا از ما سوال بکن. و زنها چیزی ندارن غیر از قصه هایی که تعریف میکنن و رؤیاهایی که میپردازن و واقعیت نداره حرفاشون. یا مثلا میگه سراغ یه زنی رفتم، شوهرش بهش میگفتش که این خردریزه های زنانه رو تعریف نکنی، یا بهت گفتم چی بگی، همونه که من گفتم و بگو، خردریزه های زنانه رو تعریف نکن. و این که دلت میخواست خوشگل باشی، این که وقتی موهاتو تراشیدن گریه کردی، این چیزا رو نمیخواد تعریف کنی، حرف از شجاعت ها و قهرمانی ها بزن. و بعد خب البته اون زن باز جور دیگه ای روایت میکنه. و این که مثلا توی روایت هاشون گرمای زندگی وجود داره، حرف از غذاها میزنن، از سوپ داغ، از نمیدونم یه شیر برنج داغ. این که میگن که همین الان که از جنگ برگشتیم هنوز نمیتونیم قصابی بریم، رنگ قرمز رو نمیتونیم ببینیم، اصلا نفرت داریم از دیدن رنگ قرمز و چیزایی از این دست، یعنی تأثیری که روشون میگذاره. و
باز یه جای دیگه تعریف میکنه که به چند تا دختر سپرده بودن که چند تا اسیر رو با خودشون بیارن تا یه جایی، و اینا 3 روز این دخترا با این اسرا بودن، اسرای آلمانی، این دخترا روس بودن، اسرای آلمانی. و بعد یه جایی میرسن که دیگه نمیتونستن هم خودشون جونشون رو نجات بدن هم اون اسرا، و خب مجبور بودن اونا رو بکشن، اون آلمانی ها رو بکشن. و بعد هیچ کدوم دلشون نمیمده، گفتم ما 3 روز با اینا زندگی کردیم، ما 3 روز در کنار اینا غذا خوردیم، میدونیم که صورتشون چجوریه، عادتاشون چجوریه، ما چطور ممکنه بتونیم اینا رو بکشیم، ما 3 روز با اینا زندگی کردیم. و خب خیلی جالبه که آخرش یه مردی از راه میرسه و اون 3 تا اسیر رو میکشه و این دخترها میتونن از اونجا نجات پیدا بکنن. و خلاصه از این خاطراتی که توی این کتاب نقل شده خیلی جالب و جذابه و سخن میگه از نگاه زنانه و چیزایی که زن توی رنج میبینه و توجهش رو جلب میکنه. حالا من از همین روایت ها میخوام استفاده کنم برای این که بگم که زن در هنگام تجربه شر پیوندش رو با زندگی قطع نمیکنه، و همین قطع نکردن پیوندش با زندگی بهش کمک میکنه که معنای زندگیش از دست نره، زندگیش بی‌معنا نشه یا ایمانش بی‌معنا نشه، و در واقع هم رابطهش با زندگی سر جاش میمونه و هم رابطهش با خدا سر جاش میمونه. و همین اتفاقا همین جزئیات توی نگاه زنانه و همین که بدنش رو و زندگی رو فراموش نمیکنه، همینا کمکش میکنه که معناداری زندگی و معناداری ایمان سر جای خودش بمونه. این توی در واقع اردوگاه های مرگ توی هولوکاست هم باز روایت های زنانه خیلی جالبه که ملیسا رافائل در کتاب خدا پس از هولوکاست این روایت ها رو میاره و میگه که ما زنها شب که برمیگشتیم از کار، از کار خیلی سنگین، یه حوضی اونجا درست کرده بودیم و یه برسی هم گذاشته بودیم اونجا و همه کثیفی ها و آلودگی ها رو از بدنمون میتراشیدیم و بعدش میخوابیدیم، اصلا نمیتونستیم با اون کثیفی ها بخوابیم و احساس میکردیم که همین نظافت، نظافت بدنی چقدر حس و حال خوبی به ما دست میده و انگار که یه جوری نشانه انسانیت ماست، انگار ما هنوز انسانیم چون که داریم نظافت انجام میدیم، چون که به تمیز بودن اهمیت میدیم، پس ما حیوان نشدیم، پس ما انسانیم، پس ما زندگیمون معنا داره. و خیلی جالبه همین اهمیتی که به نظافت میدادن باعث میشده که اصلا انگار همه مسائل همینجوری یکی یکی حل بشه. و میگه که همین نظافت انگار که به ما یه شخصیت انسانی میداد که در برابر این شر عظیم و سهمناک یه پناهگاهی برای ما بود و ما احساس میکردیم که هنوز مقدس هستیم، چون سعی میکردیم از همون چیز کمی که داریم، همون چیز محدودی که داریم، نظافت خودمون رو رعایت کنیم یا زیبایی خودمون رو حفظ بکنیم، همین باعث میشد که ما فکر کنیم هنوز مقدسیم، از تقدس خارج نشدیم، از رابطه با خدا خارج نشدیم و حضور خداوند رو در همین کمک هایی که به هم میکردیم حس میکردیم. و اونها خیلی تلاش میکردن که کل شخصیت ما رو فرو بریزن، باعث تخریب کل شخصیت ما بشن و از ما انسانیت زدایی بکنن، ولی موفق نمیشدن چون ما نمیذاشتیم شخصیتمون تخریب بشه با همین توجهی که نسبت بدنمون داشتیم، چون که اگر که اجازه میدادیم، وا میدادیم که شخصیتمون تخریب بشه، در واقع مقدسات ما هم تخریب میشد، خدای ما هم از بین میرفت، زندگی ما هم خار و بی‌معنا میشد. و همه این روایت ها به ما نشون میده که از منظر زن، از منظر زن زندگی قدرتش خیلی بیشتر از مرگه، قوتش خیلی بیشتر از مرگه و بیشتر از شره. زندگی و شور زندگی قوی تر از شر هست و میتونه با
قدرت و قوتی که داره بر شر غلبه بکنه. خب این خیلی جالبه در نگاه زنانه. ولی خب در این حال این معنیش این نیست که زن حالا توی خواب و خیاله و اصلا وحشی بودن یا خشن بودن شر رو نمیبینه، اصلا حواسش پرته، این اصلا معنیش این نیست. اتفاقا از منظر زنانه شر هیچ وقت انکار نمیشه. شر بسیار خشن و وحشی اینجا حضور داره. هیچ وقت شما از یک زنی نمیشنوید که شر رو جدی نگیره، یا اینکه مثلا بگه که شر عدمیه، یا اینکه مثلا بگه شر عدم وجوده، یا بگه شر مرگ مثلا عدم زندگیه، یا بگه که مریضی عدم سلامتیه. هیچ وقت شما اینو از یک زن نمیشنوید، چون اون زن قطعا توی شبکه‌ای از روابطه که این بیمار عزیزشه و داره به وضوح لمس میکنه این رنج رو میکشه، یا اینکه شخصی که داره از دستش میده باز دوباره یک رابطه عمیق تنانهی مثلا باهاش داره، مادرشه، و هیچ وقت شر رو دست پایین نمیگیره. اتفاقا خشونت شر رو به بیشترین حد ممکن لمس میکنه. و این دیدگاه هایی که مثلا بگه که شما میشنوید از جان هیک فیلسوف دین که شر لاجرم مغلوب میشه و اهداف خیرخواهانه خدا پیش میاد، یا اینکه میشنوید از دیویس که در پادشاهی خدا همه شرور مغلوب خواهد شد، مردم خواهند توانست از منظر ملکوت خدا به پشت سر نگاه کنند و ببینن رنج گذشتهشان هر قدر هم شدید، طولانی و ناحق برطرف شده و دیگر اهمیتی نداره. هیچ وقت یه زنی حرف رو نمیزنه و نمیگه که رنج دیگه از بین رفته و بی اهمیت شده، اهمیتش رو از دست داده، چون رنج رو با تمام وجودش حس میکنه. این دیدگاه های این تئودیس پرداز ها یک دیدگاه های مردانه ای هست که به نظر میرسه که یک همدستی در واقع سربسته و پنهانی با شر دارن و میخوان شر رو انکار بکنن، شر رو رسمیت نشناسن. به نظر میرسه که میخوان دفاعی پردازی بکنن از شر. به نظر میرسه که میخوان به شر مشروعیت بدن، مجوز بدن، چون همش دلنگران این هستن که یک خیری ته شر پیدا بکنن و به ما نشون بدن که این شر به خاطر اون خیر پیش میاد. و بنابراین این معنیش اینه که دارن شر رو تبدیل به خیر میکنن و به نوعی دارن شر رو انکار میکنن. هیچ وقت از یک زن شما اینها رو نمیشنوید، چون که به معنای واقعی کلمه شر رو لمس میکنه، شر رو تجربه میکنه. و با اگر زن باشه و اگر مادر باشه با چهره لخت و عریان شر مواجه میشه، با شبح شر مواجه نمیشه. به نظر میرسه که نگاه مردانه به نوعی با مفهوم شر مواجه میشه، یک مفهوم انتزائی از شر میسازه و در مورد اون سخن میگه، به اون میخواد جواب بده. ولی زن اگر باشه و مادر اگر باشه، وجه ملموس شر و واقعیت شر رو در نظر میگیره و واقعا به معنای واقعی کلمه کامش تلخ میشه از این شر و دچار ترس و دچار اضطراب میشه و وحشت میفته و هیچ وقت در واقع اون نگاه هایی که گفتم رو دنبال نمی کنه. و همینطور این که زن در برابر شر سکوت نمی کنه. یه اشاره توی این روایت ها کردم که می گفت ما بلد بودیم رنج بکشیم، مردا بلد نبوده. و میگه که ما شیون می کردیم و اینها که تو اون روایت ها گفتم. زن در برابر شر سکوت نمی کنه و به شر واکنش نشون میده، شیون می کنه، مرثیه و مدیحه سر میده و گریه‌زاری میکنه، مویه میکنه و
مثل یک دیوار سرد در برابر شر قرار نمیگیره که خب اصلا بگه که خب شر هیچ تأثیر روی من نداره و مثلا یه پاسخی بهش میدم و حلش کردم. نه، زن واقعا تأثیر میپذیره از شر، به معنای واقعی کلمه تأثیر میپذیره، با شر یکی میشه و شر توی تمام ذهنش و جانش و درونش جا میگیره و روش تأثیر میذاره، شر رو به نوعی در آغوش میکشه و به آغوش شر میره، در حالی که مرد بیشتر دوست داره که با نگاه فلسفی به حالا به شر نگاه بکنه و اینکه یک مفهوم انتزاعی رو در نظر بگیره و سعی کنه که کنار بیسته و خیلی از شر تأثیر نپذیره. انگار این معرفت شناسی مردانه یا این نگاه و روی کرده مردانه مثل نگاهش در بقیه قلمروهای معرفتی، مثل اخلاق، مثل خود معرفت یا متافیزیک، هرچه یک مواجهه کاملا یا سراسر مفهومیه. یعنی شخص برای اینکه بخواد شخص به عنوان یک مرد به موضوع نگاه کنه، حالا توی اینجا بحثا مسئله شرور عالم هست، دست به تئوری پردازی میزن. بکنم این مهمترین شرطش نگاه مردانه باشه، بهتر بگم به مهمترین ویژگی نگاه مردانه باشه. به جای مواجهه مستقیم در تحلیل مسئله شر یا مواجهه وجودی، خب دست به صورتبندی میزنه، مفهوم شر رو انتزاع میکنه. و وقتی هم میخواد راجع به مواجهه خودش با شر حرف بزنه، از مواجهه انسان با مفهوم شر حرف میزنه. اینجا دیگه نه من شخصی مهم هست، پس در واقع موضوعیت داره، برای این شری که مستقیما روبروی من هست و این نسبتی که بین ما هست، مفهوم شر انتزاع میشه، منم یک انسانم. خب بیایم راجع به این دوتا صحبت بکنیم به عنوان یک مرد. و دست به تئوری پردازی میزنه، حالا چه در مقام دفاع از شر، چه در مقام رد اون. در حالی که در این معرفت شناسی زنانه یا نگاه زنانه، این بچه امبادیمنت ما، این بچه جسمی ما، این بچه جزئی نگر ما، این بچه در بافت و سیاه بودن ما که من اینجایی و اکنونی با همین شر روبرو هستم، راجع به این قرار حرف زده بشه که کاملا مستقیم وجودی، ملموس و حتی بدنی. بله بله، خیلی توضیح خوبی دادین و خب دیگه اینجا فرصت نمیشه که من حالا راجع به تمام ویژگی های زیستی زن صحبت بکنم که منجر به این تفاوت ها میشه، یعنی ویژگی های زیستی زن و ویژگی های زیستی مرد که باعث این تفاوت ها در معرفت شناسی میشه. و حالا در خلال همین نگاه زنانه تقریبا خیلی از اون مطالب هم میشه بهش اشاره کرد. و مریلن آدامز رو ما داریم که به عنوان یک زن به مسئله شر پرداخته و یه واژه جدیدی رو مطرح کرده به عنوان شر وحشتناک، که خب در بیان مردان فیلسوف شما این رو نمیبینید، شر وحشتناک رو نمیبینید. شر وحشتناک رو مطرح کرده، یعنی در واقع دارم تایید میکنم که زن خشونت و وحشیگری شر رو تا این حد درک میکنه که اصلا یک واژه جدیدی در ادبیات مسئله شر مطرح کرد خانم آدامز. و وقتی که میخواد شر وحشتناک رو معرفی بکنه، میگه شری هست که در واقع اون کسی که دچارش میشه همه ظرفیت‌های معناسازش تخریب میشه، دیگه نمیتونه معنایی برای زندگیش بسازه و زندگیش رو به پیش ببره، انگار ارزش مثبت زندگیش از داخل فرو بلعیده میشه و این شر در همه ساختارهای معناساز او رخنه میکنه و سوال میکنه که اصلا آیا این زندگی دیگه ارزش زیستن داره یا نداره. بعد خیلی جالبه، نمونه هایی که از این شر وحشتناک میلن آدامز میاره
اصلا نمونه های مثلا حالا سیل و آتش فشان و اینا نیست، باز نمونه هایی از شرور زنانه است، شرور ویژه‌ای که در ارتباط با زن هاست. در مورد تجاوز صحبت میکنه که مثلا زنی مورد تجاوز قرار گرفت و تمام اندام های بدنش مسله شد و به این ترتیب کشته شد، و در مورد کودک و رنج کودک حرف میزنه، اینکه بدرفتاری با کودکانی که هیچ گناهی ندارن، و اشاره میکنه به رمان برادران کارامازوف و رنج کودکان که اونجا خب خیلی جالب تصویر شده، در چند تا قالب رنج کودکان تصویر شده، و اشاره میکنه به مثلا زنای والدین با فرزندانشون، و اشاره میکنه به اینکه مثلا یه پدر مادری از روی دهو بچه خودشونو بکشن یا باعث بیماری بچهشون بشن. یعنی یک شروری رو مثال میزنه برای شرور وحشتناک که عمیقا زنانه هستن، و شاید اینا کمتر توی مثلا مثالهای شرور تو ادبیات مسئله شر ذکر شده. حرف از بیماری کسانی میزنه که مورد علاقه ما هستن. یه کسی که یه عمری باهاش زندگی کردی و مورد علاقه توه، این مثلا یه دفعه آلزایمر میگیره، شیزوفرنی میگیره و دیگه تو رو نمیشناسه و تو قصه میخوری از این که اون حتی خودش هم نمیشناسه و رابطه شما رو یادش نیست و همه تار و پود زندگیش انگار از هم گسیخته شده. مثال هایی که مریلن آدامز برای شر وحشتناک میزنه خیلی جالبه که کاملا زنانه است. و از سربازان هم مثال میزنه که سربازایی که بعد از جنگ برمیگردن دیگه نمیتونن برای زندگی خودشون یک معنای مثبت و معنای خوبی تعیین بکنن و بر همون اساس زندگیشون ادامه بدن. یا مثلا نمونه دیگری از شر وحشتناک رو ذکر میکنه، این که میگه سربازان سنگدل توی جنگ هیچ وقت نمیتونن درک بکنن، منظورش هم از سربازان سنگدل اینجا مردها هست، سربازان مرد هیچ وقت نمیتونن درک بکنن اون عذابی که اون مادر میکشه، مادری که به آتش افکنده شدن بچهش رو میبینه جلو چش خودش، یا در واقع بر سر نیزه شدن فرزند خودش رو میبینه. میگه هیچ وقت نمیتونن این عذاب رو بفهمن، هیچ وقت نمیتونن واقعا بفهمن که چی کار کردن، چه کار بدی انجام دادن، عمق کار بدی که انجام دادن رو هیچ وقت نمیتونن درک بکنن. و این میگه خاصیت شر وحشتناک همینه که عامل شر درش به بدی و فاجعه باری کاری که انجام داده پی نمیبره و اونو درک نمیکنه. و یک ویژگی دیگری که شر زنانه داره این هست که شر از نگاه زن خیلی موقع ها کاملا دیگه متمرکز میشه روی شر ساختاری، که به طور خاص اینجا مرد سالاری و زن ستیزی هست. یعنی وقتی که یه زنی بخواد در مورد شر حرف بزنه خیلی موقع ها مستقیم میره سراغ ظلم و تبعیضی که علیه زن وجود داره و راجع به شرور دیگر طبیعی یا شرور دیگر اخلاقی حرف نمیزنه و اسمش هم میذاره شر ساختاری علیه زن. و خب در مورد این شر ساختاری علیه زن خیلی صحبت شده که فلسفه یه جور به زنها ظلم کرده و تبعیض کرده، ادیان در واقع اون خوانش‌های سنتی از ادیان یه جور باعث ظلم و ستم به زن شده. اونجایی که آکویناس میگه که زن مرد ناقصه، یا اونجایی که آگوستین میگه که عدم شر یعنی عدم وجود و با زن یکیه، و با واژه‌هایی مثل فقدان و نقصان و اینها از زن یاد میکنه. یا نل نادینگز که یه فمینیست معروفه، اون یه شعری داره که خیلی جالبه، یه کتاب زنان و شر، میگه که اگر تمام خرابی هایی را که زنان به بار آوردن در بقچه میپیچیدن و یکی میکردن،
زمین گنجایشش را نداشت، آسمان در خود جای نمیداد، خورشید نمیتوانست بر آن بتابد نه آن را گرم کند. این همه شرارت شیطان را متحیر میکند و همچنان که چرخ زمان میگردد به شیطان قوت میبخشد. اما اگر تمام زیانهایی که مردان به بار آورده اند چندین و چندین و چند برابر میشد و آب میشد و بخار میشد و آنگاه به توان دو و توان ده میرسید، نه کافی بود و حتی نه نزدیک به اینکه با بدیهای 40 روز از عمر دخترکی برابری کنه. یعنی اینکه زن انقدر شر در نگاه فلسفه و در نگاه خوانش‌های سنتی از دین. خب این درکی هست که از ماهیت زنانگی توی میراث فلسفی و میراث الهیاتی وجود داره. زن اقواگره، کمان که حوا اقواگر بوده. زن ساحره است و خب یه جریانهایی و جنبشهایی شکل میره برای کشتن زنها به عنوان ساحره و خیلی راحت میشه زن رو تحت کنترل و تحت تسلط بگیریم اگر که بهش نسبت ساحره رو بدیم و خیلی راحت میتونیم جانش رو ازش بگیریم. کاملا در طول این تاریخ فلسفه و تاریخ دین توانایی زن برای خوب بودن درش تردید میشه. زن خیلی خیر نیست و با شر گره میخوره، چون با جهان ماده گره خورده، با تن و بدن گره خورده، با تولد گره خورده، با شر هم گره خورده و مسائل جنسی هم با زنان پیوند داره و نقش مرد ناپیداست و مشخص نیست، پوشیده است و انگار که در هر اتفاقی که از این دست میفته زن مقصره، کمان که همون اولین بار هم حوا اغواگر بود. و این حالا بعدش که گذر میکنیم از این الگوها وارد یه جور ظلم و ستم دیگری علیه زن میشیم، در دوره هایی که میگفتن که زن خوبه، فرشته است، ولی فرشته خونه است، باید تو خونه باشه و در فضای عمومی جامعه جای نداره، در فضای خصوصی باید باشه. فرشته حاضر در خانه، فرشته آرام و نازنین و مهربان خانه. خب این هم خیلی راحت زنها رو از صحنه های اجتماعی و از عرصه های قدرت و نفوذ و اینها حذف میکردن. یا حالا اون شر دیگری که زنها تحمل کردن این هست که وقتی که به خداوند صفات مردانه نسبت داده میشه و خدا مرد تصور میشه، زنها هم روی مردها هم روی زمین خدایی میکنن و بر زنها تسلط پیدا میکنن و اینم در واقع خودش منشأ ظلم و ستم علیه زن میشه و در مورد این مسئله خیلی صحبت کردن اون کسانی که خواستن این شر ساختاری علیه زن رو توضیح بدن. در مورد این صحبت کردن که مردها میتونن سوژگی خودشون رو حفظ بکنن، میتونن الگوهای خودشون رو در دین پیدا بکنن، ولی زنها هیچ الگوی مقدسی ندارن و در واقع پدر، پسر، روح القدس همه مردن و زن هیچ الگویی نداره که بخواد بر اساس اون سوژگی خودش رو پیش ببره. بنابراین ایدئال‌های مردانه رو میگیره. وقتی که ایدئالی نداره برای خودش، ایدئال‌های مردانه رو اخذ میکنه و مثلا که ایدئالش میشه حالا زیبا شدن و یه شکل و فرم خاصی به تن و بدن دادن. بعد باز پیش میره تا اینکه مثلا توی یه دوره گفته میشه که اشکال نداره زنها هم بر خودشون فضایلی دارن، ولی فضایل زن عبارت است از 3 حرف C انگلیسی: children, cooking, church. فضایل زنانه همین 3 تاست، خارج از این 3 تا نیست. یعنی بچه بیارن، آشپزی بکنن و حالا به کلیسا برن و به هر حال مسائل دینی خودشون رو به جا بیارن. و حرف از شر بودن زن نیست، حرف از اینه که زن خیره و میتونه فضیلتمند باشه، ولی فضیلتاش همین 3 تاست، بیشتر از این 3 تا نیست: children, cooking و church. و
و خب اینها همه شرور ساختاری هست که مورد توجه دیدگاه زنانه نگر قرار گرفته. یعنی میخوام بگم که دیدگاه زنانه نگر وقتی وارد میشه شر رو خیلی فراتر از شر طبیعی و شر اخلاقی میبینه، بیماری یا مثلا قتل و غارت، بلکه از شرور ساختاری علیه زنان سخن میگه. حرف از خشونت خانگی میزنه، حرف از اینکه زنهایی که مورد خشونت خانگی قرار میگیرن و مثلا در یک ازدواج خشونت آمیزی گرفتار شدن ولی حتی نمیتونن درک بکنن که در این خشونت گرفتار شدن، یعنی حتی بازم ممکنه که از این وضعیت رضایت داشته باشن و حتی فکر کنن خب همینه دیگه، چیزی غیر از این نیست، باید اینجوری باشه. و این یه جور انسداد شناختیه که فرد رو برای همیشه در این اسارت نگه میداره. این شر ساختاری البته میتونه شامل بقیه ساختارهای اجتماعی ما هم باشه، مثلا در یک نظام سالم سالار و معلول ستیز این ظلمی که علیه معلولان میشه شره، یا در یک نظام نژاد پرست سفید پوست ظلمی که علیه سیاهان میشه شر بزرگه. شر ساختاری یعنی فقط ظلم و ستم علیه زن نیست، شامل ظلم و ستم علیه معلولان، ظلم و ستم علیه سیاهان، یا ظلم و ستم علیه طبقات ضعیف جامعه هم میشه. و این مقوله شر ساختاری استراکچورال ایبل رو در متون زنانه تو مسئله شر باهاش مواجه میشیم. و توی این بخش اول سخنم دیگه فقط یه مطلب دیگر رو بگم و دیگه از شر زنانه خارج میشم، وارد مسئله شر زنانه میشم. توی شر زنانه فقط یه نکته دیگه بگم، کتاب آیشمن در اورشلیم هانا آرنت که خب به تازگی ترجمه شده و خیلی هم مورد اقبال قرار گرفته و خیلی همونم احتمالا خوندیم یا راجبش یه چیزی خوندیم، یه نوع نگاه زنانه است به مسئله شر. و از هانا آرنت در متون مسئله شر، متون زنان نگر تو مسئله شر خیلی استفاده کردن و خیلی اسناد دادن به همین کتاب آیشمن در اورشلیم هانا آرنت. هانا آرنت همونطور که میدونید اونجا مفهوم پیش پا افتادگی شر رو مطرح میکنه، مفهوم ابتذال شر رو مطرح میکنه. بعد اگر فیلمی که بر اساس زندگی هانا آرنت در واقع ساخته شده رو هم ببینید، یه جایی تو اون فیلم بعد از دادگاه همه با هم نشستن، همکاران هانا آرنت که همه مردن، و اونا میگن این آیشمن رو دیدی؟ عجب شیطانی بود و عجب هیولایی بود و عجب شخص دیو صفتی بود. بعد اینجا در کمال تعجب هانا آرنت میگه که نه، به نظر من یه آدم خیلی عادی بود، یه آدم خیلی معمولی، مثل من، مثل شما، مثل همه مردم دیگه. و در واقع بعد از اون دادگاه وقتی که برمیگرده آمریکا، هانا آرنت اون کتاب آیشمن در اورشلیم رو مینویسه. این ایده ابتذال شر، ایده پیش پا افتادگی شر، در واقع یک ایده زنانه است. چرا؟ چون وقتی مرد میخواد به شر فکر بکنه، همونطور که وقتی میخواد به هر چیزی فکر کنه انتزاعی فکر میکنه و ازش ایدئال سازی میکنه و ایده گیری میکنه، به شر هم میخواد فکر بکنه میگه خیلی خوب، ایدئال شر چیه؟ یه شیطان. شما برای اینکه بدکار باشی باید شیطان باشی، باید مثلا دیو صفت باشی و هیولا باشی. و بعدم آرنت میگه که خب تا زمانی که شما فکر میکنید که یه آدم بدکار شاخ و دم داره، مطمئنم هیچ وقت تو زندگیتون یه آدم بدکار پیدا نمیکنید. و زمانی که فکر میکنید آدم های بدکار یه شاخ دارن و یه دم، در حالی که یه آدم بدکار، یک آدم شریر، در واقع یکی هست مثل خود ما. و از زن از شرور روزمره و شرور عادی حرف میزنه، نه از شرور خیلی خاصی که فقط یه شیطان و یه هیولا بتونه اونو انجام میده. و توی آیشمن در اورشلیم هانا آرنت میگه که آیشمن یه آدم خیلی عادی معمولی بود که فقط میخواست موفق باشه، به وظایفش خوب عمل بکنه و در واقع یه آدم خیلی عجیب غریبی هم نبود و دغدغه اصلیش این بود که در مسیر شغلی که انتخاب کرده رشد و پیشرفت بکنه. و دقیقا میگه که این شر عظیم هولوکاست برای چی اتفاق افتاد؟ برای همین که آیشمن یا بقیه سران نازی
همدلی خودشون از دست داده بودن، دچار فقدان همدلی شده بودن، یعنی نمیتونستن متوجه بشن که این فاجعه هایی که دارن خلق میکنن چه تأثیری روی افراد میذاره و چقدر اونها رو دچار رنج میکنه. میگه همین بله. فقدان همدلی باعث شده بود که باعث شد که این رنج عظیم و این فاجعه هولوکاست اتفاق بود. خب این ایده هانا آرنت هم در واقع خیلی میشه گفت مربوط هست به نگاه زنانه، که زن همین زندگی عادی و همین زندگی روزمره رو میبینه و همین شرهایی که بر اساس عدم همدلی ما و عدم آگاهی اخلاقی ما تو همین زندگی عادی و روزمره اون اتفاق میفته، شر رو همین جاها پیدا میکنه، رنج رو همین جاها پیدا میکنه. ولی مثلا مرد دنبال یه هیولا و یک دیو میگرده برای شر. خب من بخش اول صحبتم رو همینجا خاتمه میدم. دو بخش دیگه داره صحبت من، یکی مسئله شر زنانه، یکی تئودیسه های زنانه. ولی خب خواهش میکنم که شما در اینجا اگه نکاتی داریم بفرمایین آقای کشمیری. زنده باشین، خواهش میکنم. نه عرض خاصی نیست، فقط دوستان عزیز بعضی پرسیدن که گفتگو یا پرسش و پاسخ هست. بله حتما بخش انتهایی گفتگو پرسش و پاسخ هم خواهیم داشت. من فکر میکنم نحوه مواجهه ما با مسئله شر که در واقع این بخش دوم و نهایتا اون پاسخهایی که در واقع به این مسئله شر داده میشه بسیار در گروه این هست که اولا ما چه فهرستی از شرور در نظر داریم و چه تفسیر و تلقی داریم که بخشش در این قسمت اول آمد، و دیگه این که ما چه تلقی از خداوند داریم، یعنی این خداوندی که ما اون رو میپرستیم یا اون رو انکار میکنیم، این خداوند، این موجود چه موجودیه، چه ویژگی هایی داره، چه اوصافی داره. در دست کم در تاریخ فلسفه اخلاق شما بهتر میدونید که خب معمولا این حوزه هم مثل دیگر حوزه ها رو مردان نوشتند و تئوری پردازی کردند و بهش پرداختند و صدای مردان شنیده شده و معمولا فضائلی بر سر کار میاد یا بر سر میشین و برجسته میشین. این فضائل همطور که شما هم اشاره کردی سری ویژگی های مردانه هستند، مثلا مثل شجاعت، مثل قهرمانی، مثل عدالت. خب حالا بعدا من برام خیلی جالبم هست، این رو عامدانه این اصلای بحث بهش اشاره کردم که دوستان که احیانا منتظر این قسمت هستن که پس نهایتا این راهکارها چه خواهد بود، راهکار زنان چه خواهد بود، و کمی چند کم سرد باشن فکر میکنم که در بخش پایانی این گفتگو بهش میپرده که تلقی زنانه، تفسیر زنانه به مسئله شر شد. چون الان ما راجع به خود شر یا به تعبیر بهتر موضوعات و مصادیق شر از منظر زنان هم عرضی نیست. بله خیلی ممنونم از شما، مقدمه شد برای اینکه من وارد بخش دوم بشم که مسئله شر زنانه است. توی بخش اول بله راجع به شر زنانه حرف زدم که چه ویژگی هایی داره، اما مسئله شر زنانه خیلی ساده بگم که برای زن اصلا مسئله شر مطرح نیست، مسئله رنج مطرحه. پرابلم آف ایول با اون همه ابهت و عظمتی که داره برای زن مطرح نیست و مسئله سافرینگ و رنج مطرحه. چرا؟ چون زن بسیار رابطه محوره و به هر چیزی که میخواد تأمل بکنه، در مورد هر چیزی که میخواد تأمل بکنه پرسش میکنه از رابطه من با اون، چون که به هر حال زن درگیر زایش هست به خاطر ویژگی های بدنی که داره، درگیر زایش و تولید مثل، و با زایش در واقع هم خودش و همون فرزندی رو که به دنیا میاره وارد شبکه از روابط میکنه، خودش میشه مادر، میشه فرزندش و هیچ وقت نمیتونه خودش رو از این رابطه جدا فرض بکنه و فکر کنه مثلا یه روزی خب دیگه مثلا من امروز مادر نیست و همیشه در شبکه از روابطه. حالا حتی اگه کسی مادر هم نشده شما میبینید که چقدر رابطه برای زن اهمیت داره، مثلا رابطه دختری، رابطه خواهری، رابطه دختر خالگی و از این رابطه. خب
به هر چیزی که زن میخواد در موردش تعامل بکنه، در واقع رابطه خودش رو با اون در نظر میگه. شر به عنوان یک حقیقت متافیزیکی، حقیقت کیهانی، خارج از ما، اونجا وجود داره یا وجود نداره. در مورد جنبه های وجود شناسیش حرف بزنیم، در مورد جنبه های جهان شناسیش حرف بزنیم. اینها نگاه مردان است. زن میپرسه که من چه تأثیری از شر میپذیرم؟ من رنج میکشم. بنابراین مسئله زن میشه رنج و گذار میکنه و عبور میکنه از شر به رنج. و شما میبینید که در متونی که زنها تولید کردن توی مسئله شر، در مورد رنج حرف زدن، در مورد شر حرف نزدن. شری که بیرون از وجود انسان باشه برای یه زن تهدید و خطر به حساب نمیاد، بلکه زن اگر که تأثیری بپذیره از شر، اون وقت رنج پیش میاد که خب باید راجب رنج حرف بزنه و راجب حالا اون کانونش و علتش که شر هست اصلا علاقه ای نداره و دغدغه ای نداره که راجب اون حرف بزنه. برای من جنبه های وجود شناسی و جهان شناسی شر از دیدگاه زن لزوم نداره بهش پرداخته بشه. در مورد رنج حرف میزنه. مسئله شر برای زن، توقع نداشته باشید که مسئله منطقی باشه و مسئله قرینه ای باشه. مسئله منطقی شر این هست که خدا با سه صفت عالم، قادر و خیر محض و شر ناسازگاره. خب مسئله ناسازگاری خدا با شر برای زن چندان مطرح نیست، چون گفتم که اینجا جای رنج نیست. هر جا جای رنج نباشه، زن اونجا قائبه و میدان رو و قلمرو رو برای مردها خالی میگذاره. حالا شما برید در مورد مسئله منطقی شر صحبت کنید، ناسازگاری خدا و صفات خدا با شر. و همطور مسئله قرینه‌ای شر که میگه که دلیل خدا برای تجویز شرور چی بوده. به نظر میرسه که شرور گزاف هستند، شرور دلیل موجهی از سوی خدا برای تجویزشون وجود نداره، بنابراین خدا وجود نداره. و این مسئله هم چندان برای زن مطرح نمیشه، چون زن خیلی دنبال دلیل نمیگرده. گفتم خیلی دنبال منشأ نمیگرده، دنبال دلیل نمیگرده، دنبال علت نمیگرده، و بیشتر دنبال این هست که ببینه خب رابطه من با این مقوله و این مسئله چیه، چه تأثیری روی زندگی من میگذاره، و خب من میتونم چیکارش بکنم، من میتونم چجوری این رو بهبود بدم، من میتونم چجوری این رو درمان بکنم. طبیعیه که پاسخاش هم میره به این سمت. بنابراین مسئله منطقی شر و مسئله قرینه شر چندان برای زن مطرح نیست، و مسئله‌ای که خیلی پررنگ برای زن مطرحه مسئله اگزیستانسیالیستی شر که میشه گفت همون مسئله رنج. یعنی من وقتی که رنج میکشم رابطم با خدا خراب میشه، دیگه نمیتونم مثل سابق به خدا اعتماد بکنم، خدایی که راضی شده که من رنج بکشم، دیگه نمیتونم عاشقش باشم، دیگه نمیتونم بپرستمش، دیگه نمیتونم بهش امید ببرزم. انگار همه اون زمینه مناسب روانی که برای ارتباط دوتا شخص قرار بوده که وجود داشته باشه، با بروز رنج در زندگی اون زمینه آسیب میبینه و ارتباط بین خدا و انسان آسیب میبینه و این ارتباط نیاز به ترمیم داره. مسئله اگزیستانسیالیستی شر مسئله بیپناهی انسان هست، ناامیدی انسان هست، مسئله غیبت خدا و سکوت خدا هست، مسئله ترس و ناامیدی و بیعتمادی انسان هست. مسئله این هست که وقتی من رنج میکشم خدا کجاست و چرا برای کمک کردن غائبه و چرا در اوقات خوشبختی جوری به من نزدیکه که من فکر میکنم حاکم خوشبختی منه، ولی در هنگام رنج جوری از من دوره که انگار اصلا هیچ وقت وجود نداشته، در خونش قفله به روی من و انگار قفل روی قفل زده و هر چی صداش میکنم جوابمو نمیده، دعای منو جواب نمیده. و مسئله اگزیستانسیالیستی شر در واقع اینه که خب حالا عناوین متعددی هم داره، از جمله مسئله شخصی شر. یعنی مسئله قرینه‌ای و منطقی رو بذارید مسئله کلی و عمومی شر،
همونطور که شما به درستی اشاره کردید، یک انسان، یک مثلا ایدئال انسان با یک مفهوم مواجه شده و میخواد که حلش بکنه و یا ازش سوال میکنه. اما مسئله اگزیستانسیالیستی یک مسئله شخصیه. یعنی من وقتی که در زندگی شخصی خودم با شر مواجه میشم، برام این پرسش پیش میاد که پس این خدا کجاست و چرا برای کمک کردن قائله. و مسئله عاطفیه و مسئله روانشناسیه و مسئله شبانیه، اسمای مختلفی که این مسئله داره. شما به وضوح میبینید که مسئله ای که زن باهاش مواجه میشه در شر، همین مسئله اگزیستانسیالیستیه. وقتی که زن در حال رنج کشیدن هست، مثلا کودکی داره که اون کودک بیماره و جلوی چشمش داره درد میکشه، دیگه سوال از ناسازگاری خدا و شر نمیکنه، یا سوال از دلیل خدا برای تجویز این شر نمیکنه، بلکه بیشتر عصبانیه، میخواد مشت پرت کنه به صورت خدا، میخواد پرخاش بکنه، دلخوره، ناراحته و یه همچین حالاتی بهش دست میده که خب مسئله شر براش این میشه، براش این دلخوری و ناراحتی که الان داره میشه. و جالبه که برای مردها هم حتی این مسئله وجود داره، ولی خب خیلی سریع دوست دارن که ازش عبور بکنن. یعنی یه مرد هم اگر که توی قبرستان که عزیزی رو از دست داده بری سراغش، یا توی بیمارستان که یه عزیزیش اونجا بستریه بری سراغش، حرف از ناسازگاری یا دلیل خدا رو به من بگو نمیزنه، حرف از همین مسئله اگزیستانسی میزنه که خدا کجاست و خیلی احساس تنهایی میکنم و خیلی احساس دلخوری میکنم، ولی خیلی زود سعی میکنه که خودش رو جمع جور کنه و از این مسئله اگزیستانسیالیست خارج بشه و براش مسئله منطقی و مسئله قرینه‌ای مطرح میشه و از این حالت عبور میکنه. ولی زن تا آخر توی همین مسئله اگزیستانسی هست و فکر میکنه که با بروز شر یک دردی در قلبش پیش اومده و نه در ذهنش. ذهنش براش سوالاتی پیش نیومده، بلکه یک دردی و یک تیری انگار به قلبش خورده و قلبشه که نیاز به مرهم داره و سوال ذهنی نداره که اون سوال و اون چالش نیاز به پاسخ داشته باشه. و در مورد این مسئله اگزیستانسیالیستی شر هم که خب زیاد صحبت شده، و جالبه که پاسخش معنا و تسلا هست. پاسخش دیگه نه دفاعی است نه تئودیسه. دفاعیه ها و تئودیسه ها یعنی اینکه ما یک وضع منطقی ممکنی رو پیدا بکنیم که توش خدا و شر با هم جمع میشن، پاسخ مسئله منطقی رو بدیم، یا اینکه یک تئودیسه ای رو پیدا کنیم که دلیل خدا رو برای تجویز شر به ما نشون بده. این پاسخ ها در مواجهه با مسئله اگزیستانسی شر ناکارآمد هستن، نامربوط هستن. ولی مسئله اگزیستانسی شر پاسخش معنای رنج هست و تسلای رنج. اینها پاسخهای مربوط هستند. یعنی اینکه به شخصی که داره رنج میکشه سعی بکنیم کمک بکنیم یه معناهایی رو بدیم که رنجش معنادار بشه، بنابراین به تبع اون زندگیش هم معنادار بمونه و بنابراین به تبع اون ایمانش هم معنادار بمونه. همین، خیلی قصه ساده است. معنای رنج و معناداری زندگی و معناداری ایمان، و یا اینکه تسلا بهش بدیم، آرامش بکنیم تا اینکه در این احساس تلخ تنهایی خیلی نمونه و بتونه مجدد رابطهش رو با خدا ترمیم بکنه و از سر بگیره. این توی معانی رنج جالبه که خیلی از این معناها رو در کتاب مقدس شما میبینید، در رویکرده های الهیاتی مبتنی بر کتاب مقدس میبینید و در رویکرده های عقلی و فلسفی و همطور در سنت اسلامی هم شما در کتاب های کلامی و فلسفی معنای رنج نمیبینید. معنای رنج رو در قرآن کریم و روایات میبینید و این خیلی جالبه که یعنی اصل مسئله رو متون مقدس به این شکل تشخیص دادن که مسئله انسان هنگام مواجهه با شر اینه که رنج میکشه، دچار احساس بسیار ناخوشایند و گزنده‌ای میشه و از خود خدا و
حضور خدا سوال میکنه و حالا کتاب مقدس و قرآن کریم و روایات شروع میکنن به ارائه یه سری معنا برای رنج انسان و یه سری تسلا برای درد انسان، که این معناها خیلی هاش توی داستان زندگی اشخاصی که در کتاب مقدس و در قرآن کریم رنج کشیدن بیان میشه، در قالب داستان بیان میشه، که خود این در واقع مطلبی است که من میخوام تو بخش آخر بهش بپردازم، که قالب پاسخ زنانه به مسئله شر یک قالب روایی هست، یک قالبی هست که از جنس قصه است، از جنس داستانه، برای شما فلسفه سوار نمیکنه، به شما قصه میگه، قصه یک شخص رنج کشیده رو برای شما تعریف میکنه که اون شخص تونسته همزمان که رنج میکشه ایمانش رو هم حفظ بکنه، و خب شخص رنج کشیده میتونه همزاد پنداری کنه اون شخصیت اون قصه و میتونه ازش الگو بگیره و ازش یاد بگیره و چه بسا همون معنای رنج به کار او هم بیاید. معناهای رنج معناهای متعدد و متنوعی هستن. مثلا اینکه خدا میخواد رحمت و فیض و لطف خودش رو به ما نشون بده توی رنج، میخواد عشق و مراقبت خودش رو به ما نشون بده در رنج، میخواد که به ما نزدیک بشه و با ما حرف بزنه و با ما صمیمی بشه. و دقیقا رنج ها یکی از همون جاهایی هست که انسان ها میتونن با خدا حرف بزنن دیگه. نگه همه چیز خوبه و آرومه و من چقدر خوشبختم، که خب انسان خیلی لزوم نداره با خدا حرف بزنه و به خدا صمیمی بشه، ولی در هنگام رنج انسان حس میکنه که به خدا نزدیک شده. از این دست معانی برای رنج ذکر شده در قرآن و روایات و همینطور در کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان. و همینطور تسلای رنج. تسلای رنج الهیات شبانی توی مسیحیت دقیقا کارش همینه، که میگه که من به عنوان الهیدان شبان مردم هستم و باید که مراقبت بکنم از اونها، اگر که مردم احساس بیپناهی دارن من وظیفم اینه که مثل یک شبانی که از گوسفندها مراقبت میکنه من هم از اونها مراقبت بکنم. وظیفه مراقبت از انسانها رو در لحظات حساس زندگیشون بر عهده گرفته. و در تسلای رنج الهیات شبانی ایده های جالبی داره. این که میگه که به شخصی که داره رنج میکشه به خودش یادآوری میکنه، به خانوادهش، به پرستارش و پزشکش، به نزدیکانش، که شما دائما عشق و مراقبت خدا رو به او یادآوری بکنید، بهش بگید که خدا او رو فراموش نکرده و به یادش هست، زبان عاطفی رو به کار بگیرید نه زبان سرد حکمت آمیز فلسفی، و زبان تراژیک و همدلانه رو به کار بگیرید، گوش بدید، یاد بگیرید که گوش بدید، فعالانه گوش بدید و رنج او رو بشنوید، به سخنان شخص رنج کشیده گوش بدید و او رو دعوت بکنید به دعا و از این دست مسائل. که شما میبینید که این بخش تسلا دادن چقدر با در واقع شخصیت زن سازگاره. این که زن وقتی که بره پیش کسی که رنج کشیده خیلی شروع نمیکنه براش حرفای حکمت آمیز بزنه، میدونی چرا مثلا اینو از دست دادی به خاطر اون، میدونی چرا، خیلی سریع شروع میکنه با اون گریه کردن، شیون سر دادن و او رو در آغوش کشیدن و به حرفاش و زجه هاش و مویه هاش گوش کردن. این دقیقا کاریه که یه زن انجام میده و این همون پاسخ به مسئله اگزیستانسی شر هست و تسلا دادن رنج هست. توی همین نگاه زنانه دفاعیه ها و تئودیسه های سنتی نقد میشه، به خاطر اینکه خیلی مردانه هستن این دفاعیه ها و تئودیسه ها و جای نقد دارن واقعا از نگاه زنانه نگر. من مثلا یه نمونهش رو گفتم، عدمی بودن شر. برای یه زن و یه مادر هیچ وقت شر عدمی نیست، چون اون رو تمام وجود درک میکنه. یا نسبی بودن شر،
یا مثلا دفاعی ضرورت وجود موجودی که خیرش بیشتر از شر هست. اینها خیلی پرسش های حکمت آمیزی هستند. یا اون پاسخ ملا صدرا که میگه ماده منشأ شر هست و شرور به خاطر ماده تو این عالم راه پیدا کردن و این قابل ها در واقع ناقص هستند. خب من یه خاطری دارم که خیلی موقع اینو نقل کردم، حالا اینجا هم میگم. وقتی که پسرم رو که خب حالا بیماره توی بیمارستان به من دادنش، من دیدم که انگشت اضافه داره و انگشتاش به جای اینکه 5 تا باشه 6 تاست و بلافاصله یاد این حرف ملا صدرا افتادم که گفته که اگر یک فرزندی، یه بچه‌ای با انگشت اضافه دنیا بیاد، خب اونجا ماده اضافه‌ای وجود داشته و واهب و صور نمیتونه فیضش رو تعطیل بکنه و خب باید حتما یک صورتی افاضه بکنه به اون ماده. خب من واقعا این پاسخ رو چیکارش بکنم به عنوان مادر؟ اونجا تو بیمارستان این بچه تو دست من با 6 تا انگشت، من باید چیکارش کنم؟ بلافاصله اولین چیزی که اونجا به ذهنم رسید این بود که اگه واقعا ملا صدرا امروز جای من بود این حرف رو میزد، اگه ملا صدرا زن بود یا مادر بود واقعا اینو میگفت، این مثال رو اصلا میزد؟ نمیزد. به نظر من نمیزد این مثال رو. و شما میبینید که پاسخهای سنتی، دفاعی ها و تئودیسه های سنتی چقدر حالت مردانه داره. ضرورت شر برای تحقق خیر، ضرورت شر برای درک خیر، یعنی همش میخواد بگه که میدونی یه چیزی ضرورت داره و تو باید خودت رو سازگار بکنی با این ضرورت، تو خودت رو باید تطبیق بدی با این ضرورت. یه کیفیتی داره متافیزیک این جهان و ضرورت‌هایی در کاره که خب تو باید اونها رو بپذیری، مجبوری که اونها رو بپذیری. و همینجور اون دفاعی خیلی معروف اختیار، اختیار دقیقا محصول نگاه مردان است، چون برای مرد این فریدم و این اتانمی، این اختیار و این خودمختاری بسیار مهمه، یک فضیلت مهم مردان است. اتفاقا برای زن ارزش های زنانه اصلا اختیار نیست، اتفاقا زن دوست داره وابسته باشه، دوست داره که بهش بگن یه کار رو انجام بده، از اتوریته خوشش میاد. همونطور که زایگزفسکی خودش که خودش یک زن هست راجع به اتوریته حرف زده و از اتوریته دفاع کرده، زن اصلا از وابستگی خوشش میاد و از پذیرش اتوریته خوشش میاد، اصلا اینقدر براش اختیار و اتونومی اهمیت نداره، به خاطر اینکه باز دوباره بر اساس اون ویژگی های زنانه، ویژگی های بیولوژی، زن باید وابسته باشه به فرزندش، باید جونش به جون این بچه وصل باشه که بتونه ازش مراقبت کنه، ازش محافظت بکنه و نمیتونه چندان خودش رو جدا در نظر بگیره، استقلال داشته باشه، دوری به گزینه، مجرد باشه. زن وابسته است و این دفاعی اختیار که اینقدر تأکید میکنه روی اختیار انسان که میگه میدونی چرا شرور به وجود اومده؟ برای اینکه خدا به انسان اختیار داده و اختیار اونقدر ارزش مهمی بوده، اونقدر فضیلت داشته که خدا به خاطر اختیار حاضر شده که شرور تو جهان راه پیدا بکنه. این چندان جوابی نیست که در واقع نظر زن رو جلب بکنه. و همینطور در مورد تئودیسه ها که گفتم پاسخ به مسئله قرینه شر هستن. مثلا شما تئودیسه جبران رو در نظر بگیرید که کانون پاسخهای متکلمان اسلامی هست. شما در نظر بگیرید که چقدر این تئودیسه مردانه است. تئودیسه جبران که توی مسیحیت هم هست، تحت عنوان انتصاف، تحت عنوان تئودیسه ملکوت الهی. توی کلام اسلامی تحت عنوان آلام و اعواز ازش بحث میشه. تئودیسه جبران. من فکر میکنم که باز هم اگر متکلمان ما زن بودن، در کنار این تئودیسه، تئودیسه های دیگری رو هم ارائه میکردن، یعنی فقط به این تئودیسه بسنده نمیکردن. دل یک مادر با تئودیسه جبران آرام نمیگیره و تسلا پیدا نمیکنه.
حالا شما هر چقدر بهش بگی که اون توی دنیای دیگه، میدونی الان که بچه تو از دست دادی یا داری از دست میدی، توی دنیای دیگه برای 100 برابر جبران میشه. ولی مسئله اینجاست که این مادر به یک تسلایی از جنس مادرانگی نیاز داره، از جنس زنانه نیاز داره، و این اون تسلا نیست. مسئله اینجاست که این زن دیگه نمیتونه بچهش رو ببینه توی همین دنیا، دیگه نمیتونه بچهش رو روی زانواش بشونه، دیگه نمیتونه براش قصه بگه، دیگه نمیتونه برای آیندهش نقشه بکشه و نمیتونه دامادش کنه، عروسش کنه، نوش رو ببینه. مسئله زن اینه. و حالا شما بیا بگو که جبران میشه در یک حیات دیگری برات، ولی این کافی نیست برای یک زن، این کافی نیست. در کنار اون تسلا، به تسلای زنانه و مادرانه ای نیاز داره، که خب به نظر میرسه که در کلام اسلامی غفلت شده از اینکه یه چیزی حالا در کنار این تسلای مبتنی بر جبران الهی در آخرت، یه چیز دیگه رو هم قرار بدن که بتونه توجه زن رو هم جلب بکنه. یا شما تئودیسه پرورش روح رو ببینید، تئودیسه مکافات و هشدار رو ببینید، تئودیسه بهترین جهان ممکن رو ببینید. اینها همه مردانه است که خب من الان نمیتونم، واقعا فرصت نیست که وجه مردانه همه اینا رو بگم. یا تئودیسه هویت بخشی و به همین ترتیب. دوستان عزیز، البته این نکته کنم شاید کسی با این واژه آشنایی نداشته باشه، تئودیسه همون پاسخهای یا کوششهایی هست برای معنادار کردن رنگ، که شاید اگه عزیزی با این واژه آشنا نبود، همین منظور پاسخها یا انواع کوششهایی گفته میشه که از منظری، از جهتی، با دلایلی سعی میکنن به نحوی این شرور در عالم و این گرفتاری و مصیبت و فلاکتهایی که یا به طور کلی یا جزئی برای یکایی که ما پیش میان رو به نحوی معنادار بکنن. و انگار وقتی که معنادار بشه قدری خیال ما راحت میشه، که برخی از این تئودیسه ها رو خامدکل اشاره کردن. خیلی من مشتاقم فرصتی پیش بیاد یک گفتگوی مستقلی درباره این تئودیسه ها هم صحبت بکنیم، که این نگاه زنانه رو که مطرح کردیم واضح‌تر هم بشه، این کوشش‌های مردانه چه طور هستن و در کنار کوشش‌های زنانه که چقدر متفاوت هستن. در خدمت خانم دکتر، البته یه بخشی از پرسش پاسخ زمان هم در نظر بگیریم که دوستان هم صحبتی داشتن بیشتر. اگر بس اون ادامه داره حتما بفرمایید. بله، حالا اون امیدوارم که خیلی هم طولانی نشه و باعث خستگی دوستانمون نشه. من یه سری بحثا رو دیگه ازش زودتر میگذرم و حذف میکنم حالا به همون یه جلسه دیگه و وعده دیگری که شما گفتید موکول میکنم. و فقط همینو بگم اینجا توی مسئله شر زنانه و دیگه تموم کنم وارد تئودیسه های زنانه بشی. این که از منظر زنانه اشکال مهم این تئودیسه ها و دفاعیه ها این هست که اصلا از منظر اول شخص نیست و از منظر یک ناظریه و یک سوژه‌ایه و تجربه دست اول توش دیده نمیشه، تجربه دست اول رنج. که اینکه ما بریم سراغ خود اشخاص رنج کشیده و از خود اونها سوال بکنیم، ببینیم که شما چجوری این رنج رو از سر گذروندین، این رنج چه بصیرتی به شما داد، چه حکمتی در زندگی به شما داد، و اگر که همچنان مؤمن هستید، به خدا ایمان دارید، چجوری تونستید بین اینها جمع بکنید. از منظر زنانه تئودیسه ها و دفاعیه های سنتی، پاسخ های سنتی به مسئله شر خیلی مردانه است، چون که همیشه سوژه محوره و یه سوژه‌ای و یک ناظری رو در نظر میگیره که از بیرون گود با شکم سیری و دل خوش حرف بزنه راجع به شر و رنجی که انسان‌ها اون رو میکشن.
و خب طبیعیه که پاسخش ممکنه خیلی دور باشه از زندگی واقعی، پاسخش ممکنه کارآمد نباشه، درد زندگی انسانها نخوره. یه گفتمان برتری جویانه‌ای در واقع توی تئودیسه ها حاکمه، در دفاعی ها تئودیسه های سنتی حاکمه، که ما میخوایم حرف دهن آدمایی که رنج میکشن بذاریم، اونا مثلا بهشون بگیم که میدونی چرا داری رنج میکشی؟ به خاطر اینه. ولی نمیاییم از تجربه اونها شروع بکنیم، تجربه های اونها رو صورت بندی کنیم و تبدیل به نظریه بکنیم، بلکه از نظریه شروع میکنیم و نظریه رو به اونها اعلام میکنیم که اونها حالا مثلا تجربیاتشون رو با نظریه ما تطبیق بدن، در حالی که باید از تجربه شروع بشه و به نظریه برسه، از تجربه زیسته باید آغاز بشه. و زبان تئودیسه ها از گوش دادن به رنج قاصره و خیلی نمیره به رنج انسان ها گوش کنه و ببینه که اونها چی میگن، آیا واقعا اونها میگن رنج ما برای اون مفید بوده، باعث پرورش روح ما شده، باعث خاری روح ما شده. یعنی در واقع خود اشخاص راجع به رنجشون صحبت بکنن و افراد دیگری با یک دانش برتر و از جایگاه برتر و بالاتر راجع به اونها حرف نزنن. چون کلن منظر زنانه این رو میگه که هر کسی که درگیر یک تجربه‌ای هست باید درباره اون تجربه حرف بزنه و مجازه که درباره اون تجربه حرف بزنه، دیگری که درگیر اون تجربه نیست نباید راجع به اون حرف بزنه. یک جمله کلیدی که تکرار میشه در این متون زنان نگر این هست که بدون ما هر چه درباره ما گفته شود درباره ما نیست. و معنیش اینه که اصلا تئودیسه ها و دفاعی ها اصلا درباره ما حرف نزدن، درباره رنج ما حرف نزدن. اون این مسئله برای خودشون داشتن و سعی کردن مسئله خودشون رو حل بکنن، این مسئله به شکل حرفه‌ای برای خودشون ایجاد کردن و حالا شروع کردن راجع به مسئله صحبت کردن. درباره ما و درباره رنج ما حرف نزدن و خود ما هستیم که مجاز هستیم و میتونیم درباره رنجمون حرف بزنیم. و در واقع باید تئودیسه ها بره به سمتی که قربانی ها بتونن حرف بزنن، قربانی های شهر حرفشون شنیده بشه و اونها آموزش بدن که باید چجوری با رنج کنار اومد و سر کرد. من دیگه وارد برای اینکه دیگه حالا تقریبا بحثم رو تموم بکنم و یه فرصتی هم دمونه برای پرسش و پاسخ، یه چند نمونه از این تئودیسه های زنانه نگر رو مطرح میکنن. تئودیسه قدردانی رو در نظر بگیرید، تئودیسه قدردانی. بله فکر کنم یه خو کیفیت تصویر شما و صدای شما برای من ضعیف شد، میخوام بدونم که بقیه از دارم که میبینن برای اونها هم اینطور شده یا نه، که اگر اینطور شده لایو بندیم، لایو جدید باز کنیم که شاید به خاطر لایو یا شاید به خاطر سرعت شما یا من. حتی دوستان از یک باز خوردن بدن لطفا در این بحث یه قسمت کامنت ها بگن که لطفا صدا و تصویر خانم دکتر اوکی هست، حالا من نباشه اشکالی نه. خیلی خانم دکتر میخواید الان برای من بهتر شد، شما میخواید بفرمایید نظر دوستان میشن. بله، تئودیسه قدردانی رو در نظر بگیرین یا تئودیسه پیوند آفرینی رو در نظر بگیرین، اینها واقعا تئودیسه های زنانه هستن. یعنی اینکه زن وقتی که رنج میکشه قدر لحظات خوب و خوش زندگیش رو میدونه و صمیمانه از همه اون لحظه ها سپاسگزاری و قدر شناسی میکنه. یا تئودیسه پیوند آفرینی، اینکه شرور برای این در زندگی ما پیش میان که ما یه سری پیوندهای انسانی بینمون ایجاد بشه و گسترش پیدا بکنه، پیوندهایی مثل قدرشناسی، مشارکت و صمیمیت. این وقتی که یه جایی رنجی باشه، یه فقدانی باشه، آدم‌ها به هم نزدیک میشن، صمیمی میشن، با هم همکاری میکنن و از هم تشکر میکنن و انقدر این روابط انسانی مهمه که شرور به این دلیل
در زندگی ما راه پیدا کردن، برای اینکه بین انسان‌ها متقابلا پیوندهایی رو ایجاد بکنن. این تودیسه پیوند آفرینی خیلی در واقع روح زنانه درش جاریه. تودیسه هماهنگی و اتحاد با خدا به همین شکل هست. تودیسه آشکار شدگی خدا باز زنانه است. اینکه شر در زندگی ما ایجاد میشه برای اینکه ما خود خدا برامون آشکار بشه و نه دلایل خدا. خود خدا با صفاتش، با صفاتی مثل فیض و لطف و رحمت و عشق و مراقبت و اینها. کما اینکه در واقع اون تدا اریکسون، یه خانم آمریکایی هست که الان 70 سالشه و متون یعنی خیلی زیاد کتاب نوشته در مورد مسئله شر، ایشون میگه که من خدا برای من آشکار شد به خاطر اینکه من توی 17 سالگی فلج شدم، تصادف کردم، فلج شدم و اگه برگردم دوباره به اون زمان انتخاب نمی‌کنم سلامتیم بود، چون که من خدا رو به دست آوردم. خدا توی تاریکی ها خودش رو به من نشون داد. اگه زندگی من روشن بود، اگر پر از نور بود، جایی نبود برای اینکه خدا نورش رو به من نشون بده، نور وجودش رو و نور حضورش رو به من نشون بده. تئودیسه آشکار شدگی خدا یکی از این تئودیسه های زنان است. یا تئودیسه ای که مریلن آدامز مطرح میکنه، تئودیسه اهلی سازی شر، خیلی جالبه و خیلی روح زنانه درش موج میزنه. این که میگه یک زن وقتی با رنج مواجه میشه، یادش هست که فقط خدا میتونه امور وحشی رو در زندگی تبدیل به امور اهلی بکنه، با معجزه، با گوش دادن به دعای تو. فقط خدا هست که میتونه این تسلط داشته باشه بر عالم ماده و اوضاع رو تغییر بده و امر وحشی رو تبدیل بکنه به امر اهلی و یه سری فعل و انفعالاتی در شرایط به وجود بیاره، ولی اینکه حالا کاملا شر رو رفع نکنه، مثلا کاملا بیماری رو شفا نده، ولی یه تغییراتی به وجود بیاره که شما فکر کنین بیماری اهلیه، دیگه وحشی نیست، دیگه ازش نمیترسی، دیگه برات شر نیست، برات رنج نیست و ازش رنج نمیکشی. یا اینکه میگه که خدا به خاطر اینکه همیشه میتونه نزد تو حاضر باشه، حتی نیمه شبی که داری رنج میکشی، دیگران دیگه نیستن، در کنارت میتونه همیشه حاضر باشه و حضور شفقت آمیز خودش رو داشته، خودش رو برای تو داشته باشه. این باز دوباره یه جلوه ای از اون اهلی سازی شر هست. و خب خیلی جالبه مریلن آدامز تئودیسش. دیگه تئودیسه ملیسا رافائل هست، حلول خدا در روابط انسانی. تئودیسه اعتراض هست که تئودیسه زنانه است. تئودیسه ضعف خدا هست، یه تئودیسه زنانه است به نظر من. و تئودیسه های روایی. تئودیسه حلول خدا رو فقط یه اشاره بهش بکنم. ملیسا رافائل که یکی از بازماندگان هولوکاست هست، میگه من برای دخترم دارم کتاب می‌نویسم. خود همین حالا اصلا شروع کتابش زنانه است که میگه دختر من اونجا تو هولوکاست با من نبود و برای اینکه بهش یاد بدم که ما زنها توی اردوگاه‌های مرگ، توی آشویتس چجوری تونستیم که زندگی رو حفظ بکنیم و نمیریم و بر شر غلبه بکنیم، میخوام براش بگم که در خاطرش بمونه که او هم اینو یاد بگیره و به زنهای دیگه اینو منتقل بکنه. بعد ملیسا رافائل تئودیسه‌ای رو که مطرح میکنه این هست که در واقع میگه که تجربه های مردانه خیلی گفته شده از شر و رنج، ولی تجربه های زنانه و اینکه در اردوگاه های زنها چی میگذشت کمتر بهش توجه شده. زنها میتونستن که توی اردوگاه با همین توجه و مراقبتی که دو به دو نسبت به هم دیگه دارن، به یه نحوی احساس بکنن که خدا اونها رو فراموش نکرده و خدا حلول پیدا کرده به شکل یک انسانی که الان در کنار این هست و داره ازش مراقبت میکنه و به یک خدای حلول یافته باور داشتن و نه یک خدای متعالی و منزه در آسمان. و تئودیسه‌ای که مطرح میکنه در واقع تئودیسه حلول
خداوند در روابط انسانی هست یا تئودیسه خواهرانگی، همین مراقبتی که زنها نسبت به همدیگه داشتن، یا و اعلام هم میکنه که من این رو از یکی از آموزه های یهودی برداشت کردم که همون آموزه شکینا یا شخینا هست، معنای تجلی خدا و حلول خدا. دیگه تئودیسه اعتراض و ضعف خدا و روایی و اینها دیگه بمونه. به نظر من اینها هم انواعی از تئودیسه های زنانه هست، ولی خب دیگه بحثمون خیلی طولانی میشه. در مورد تئودیسه ضعف خدا فقط این نکته رو بگم، تئودیسه ضعف خدا میگه که خدا یا باید در جانب قربانی بایسته یا در جانب شخص جلاد و شخص قاتل، و خب ما ترجیح میدیم که خدا در جانب شخص قربانی بایسته. یعنی به جای اینکه دغدغه اینو داشته باشیم که قدرت خدا رو حفظ بکنیم، کما اینکه الهیات سنتی میخواست که خدا قادره و حاکمه، ما بسنده میکنیم به یک خدای ضعیف در کنار قربانی، با قربانی اشک میریزه، با قربانی گریه میکنه و با قربانی رنج میکشه. ولو اینکه یک خدای ضعیفی باشه، ولی دست کم یک خدای عاشقه و انتخاب کرده که به جای اینکه در جانب قربانی بیسته، در جانب جلاد بیسته، در جانب قربانی بیسته. و خب خیلی هم جالبه این مضمون الهیات ضعف خدا، که ازش تئودیسه ضعف خدا بیرون میاد. خب من دیگه عرایزم و خاتمه میدم. خیلی ممنون از صبر و حوصلتون، توجهتون. امیدوارم که بتونیم صحبتاتون رو ببینیم و بشنویم. بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم. قد جامع و مرتب صحبت رو مطرح کردیم. ممنونم. دوستان عزیز، اگر نکته یا ملاحظه دارن لطفا مکتوب بنویسید، چون شاید من باید تصریح میکردم که سوالات مکتوب هست تا تصویری. حتی من بنا دارم که بعدا این کار رو انجام بدیم، یعنی از بعد از این صحبتی داشت میشه تصویرش هم بالا بیاد و در واقع چهره اونها رو هم ببین. خب عرضم موضوع شما که خب برخی از این صحبت ها رو بشنویم. دوستان عزیز نخواستشون بینیستن، معمولا این کمی طول میکشه تا سوالات بالا بیاد. بعد یکی از سوالات این هست که حالا شما میتونید نگاه بندازید به قسمت سوال، فرمودید که من تا خام سوال رو بخونم میتونم، فرمودید که نگاه مردانه تاکید، فرمودید در نگاه دینی احتمالا نگاه مردانه تاکید داره، پشت رنج خیر هست، حضرت زینب بودن که در میان اون همه رنج هم بودن، ما را ایتو الا جمیلا، یعنی دین ما روایت مردانه داره، نگاه مردانه داره. یکی از اساتید دکتر موسوی عزیز مطرح کردن، ممنون از بحث خیلی خوب. ما یک فامیلی داشتیم که مردی بود تنومند و نسبتا خشن، دختری داشت که بحث بیماری از دنیا رفت، مرده این دختر باعث شد که این مرد به جنون کشیده بشه، تفنگ شکاری خودش رو الله اکبر بر می داشت و به آسمان شلیک می کرد که خدا رو بکشه. آیا مردان تصور انتزاعی از شر دارن؟ این نمونه واقعا این نمونه غیر انتزاعی بوده. بحثمون سر صفات زنانه و صفات مردانه است، یعنی اینکه ممکنه در یک مردی این صفات زنانه خیلی بیشتر باشه و در یک زن این صفات مردانه خیلی بیشتر باشه. مهم اینه که ما صفات زنانه رو به رسمیت بشناسیم، ویژگی های زنانه رو به رسمیت بشناسیم و اونها رو هم بهشون ارزش بدیم، بهشون توجه بکنیم و در مثلا مسئله شر اینها رو راه بدیم که بگیم که خب این هم یک منظری است که میتونه تعدیل بکنه، منظر مردانه رو میتونه تعدیل بکنه، میتونه کمیها و کاستیهای اون رو جبران بکنه، نه اینکه اون رو کنار بزنه. یعنی که نمیخوام اینجا بگم که کلن باید این نگاه مردانه حذف بشه، خب این که بازم میشه در واقع یک همون در واقع جنسگرایی و جنسیتگرایی و حالا این دفعه مثلا زن سالاری، اصلا منظور این نیست.
منظور اینه که اون نگاه مردانه احتمالاً یک بیتوجهی هایی و بیعتنائی هایی داره که باید با این نگاه زنانه جبران بشه و احتمالاً یه افراط هایی داره و باید با این نگاه زنانه تعدیل بشه. و اون موردی هم که مثال زدن از اون مردی که حالا اعتراض میکرده و تفنگ برمیداشته و اینها، خب این اعتراض، بروز احساسات، بروز عواطف در زن قوی تره و مرد بیشتر توی خودش میریزه، درون ریزی داره و خیلی بروز نمیده عواطفش رو و حالا مثلا بیشتر به سکوت میگذرونه. خب میشه گفت که اون مرد صفات زنانش بیشتر بوده. بله بله ممنونم. ظاهرن دو سه تا از نکات یا ملاحظاتی که من دیدم این رو مطرح کردن که انگار خود مفهوم جنسیت خیلی مشخص و متعین نیست و ما وقتی میخوایم اون رو مبنا بگیریم برای نگاه زنان و مردانه، انگار اون ابهام و ایهام وارد این تلقی ما هم میشه. یا دوست دیگری گفتن که انگار دل به خواهانه تعریف شده، بدون معیار تعریف شده. شما نظر و صحبتی دارید؟ من حالا اشاره هایی کردم به ویژگی های بیولوژی زن و تفاوت های زیست شناختی زن نسبت به مرد که همینا باعث میشه که یه جهانبینی خاصی پیدا بکنه و وقتی که میخواد به امور نگاه بکنه و در مورد اونها تأمل بکنه و اینها، یه نوع متفاوتی از مرد در مورد امور فکر میکنه، تأمل میکنه. یه اشاره هایی لابلای سخنم بود و الا خب اینجا فرصت نیست که راجع به همه این تفاوت های بیولوژیکی صحبت بکنی که این تفاوت های زیستی چه تفاوت هایی رو در نگاه زن به وجود میاره. خب اینا سرش بحث شده دیگه، سرش بحث شده، به صورت مفصل وجود داره. سیمون دوبار در کتاب جنس دوم این تفاوت های بیولوژیکی رو میگه و بعدها فمینیست ها از این اثر ایشون استفاده میکنن برای اینکه هم تفاوت های بیولوژیکی رو نشون بدن که چه تفاوت هایی در نگاه زنانه و نگاه مردانه به وجود میاد. اینا سرش مفصل بحث شده، آثارش موجوده و خب من بحثم این نبود که بخوام اینا رو مطرح بکنم. بسیار ممنونم. دوستان از پیشنهادم این که اگر سوالا رو در قسمت کوشن پایین بزن بهتره، که اینطور هایلایت میشه، برجسته میشه و این پیدا کردنش هم راحت تر هست. آقای مولایی، میسم مولایی، دوست خوبم، دوست پژوهشگر خوبم، آیا امکان یک تئوریسی یا دفاعی بدون نگاه جنسیت محور ممکن است؟ حتی ادامه داره سوالشون، این پرید دوباره. یا اگر نه، آیا اصلا لزومی داره ما به یک چنین تئوریسی دست پیدا کنیم؟ بله، من قسمت اول سوالشون رو متوجه شدم. آیا امکان یه پرداختن یه دفاعی یا تئوریسی که اصلا هویت جنسی نداشته باشه، فارغ باشه اصلا از هویت جنسی؟ یعنی شما چرا اصرار دارین که مسئله شر هویت جنسی بدین به موضوع و زنان مردانه بکنید؟ حالا هم تعریف از شر رو و هم مسئله شر رو و هم پاسخ‌ها رو صف‌بندی و جناح‌بندی بکنید و زن و مردش بکنید و اینها. اگر که در یه شرایطی بودیم که مثلا دفاعیات و اودیسه ها در واقع منظر زنانم توشون بهشون توجه شده بود و درشون در نظر گرفته شده بود، دیگه نیازی نبود. یعنی اگر در شرایطی بودیم که موضوع از چشمنداز زنانه هم بهش نگاه شده بود، ولی خب الان اینجوری نیست. الان من هم در مفهوم شر به شما نشون دادم و هم در مسئله شر و هم در پاسخ ها نشون دادم که مسئله صرفاً و منحصراً از چشمنداز مردانه بهش نگاه شده، تعریف شده، مسئلهش بیان شده و پاسخش بیان شده. در این شرایط ما نیاز داریم که هویت جنسی بدیم
و حرف از چشم‌انداز زنانه بزنیم. و تا اینکه مثلا نمیدونم یه زمانی اگر که به این عدالت برسیم شاید دیگه لازم نباشه، اگه واقعا به یه حالت آرمانی برسیم که موضوع جوری طرح بشه که نگاه زنانه و مردانه توش با هم در نظر گرفته شده باشه و پاسخها جوری باشه که زن هم بپسنده و زن هم راضی بشه بگه خیلی ممنون، من کاملا قانع شدم، من کاملا تسلا پیدا کردم، من کاملا آرامش پیدا کردم، اون وقت طبیعیه که دیگه نیاز نداریم که به صورت بولد شده و رادیکال با حالت اعتراضی و انتقادی نگاه زنانه رو مطرح بکنیم و هویت جنسی بدیم به موضوع شهر. من حالا سوالات رو بعدش سعی می‌کنم پین کنم. پاسخ خانم دکتر که این مردان صفت زنانگیشون قوی تره ابطال ناپذیره به نظرم. هر چه مثال بیاریم پاسخ از قبل مشخصه. حتی من یادم نیست که شما این نکته رو گفتید یا نه، دقیقا شاید حواسم نبود. بله، حالا ببینید به هر حال یه ویژگی هایی با توجه به همون تفاوت های بیولوژی به زن نسبت داده میشه، از جمله عواطف، دغدغه و نگرانی نسبت به روابط و حفظ روابط، پروراندن، مراقبت کردن و توجه به ارتباط و وابستگی، توجه به تن و بدن. بر اساس ویژگی توجه به زندگی، بر اساس ویژگی های زیستی که زن داره و تفاوت هایی که با مرد داره، اینها میشه صفات زنانه. و از اون طرف هم برای مرد خب بیشتر سلطه و استیلا و قدرت و علم و اینها میشه ارزش ها و فضایل و ویژگی ها. ولی این حرف عمومی و کلیه. حالا ممکنه که باز نسبت به همین حرفم هم انتقاداتی بشه. خب آقای قلی‌زاده میگار سوال داشتن متعاد اینگار توی دوتا کامنت اومده خورده سخت شده. فلاسفه 2500 سال است که انحراف پیدا کردن تا به الان. اگر در متاسفانه میپرد رو پین کنم لطفا توی قسمت کوئسشن بپرسید خیلی بهتر، این تو توفیق خوندنم پیدا میشه. فلاسفه 2500 سال است که انحراف پیدا کردن تا به الان. اگر در دوران انسان شکوس و استخاندار رو محور اصلی شهر هم دادن و به دور از قیل و قال الهیات و الهیات و بواحث منطقی و جنسیتی، آیا از این طریق قابل حل نیست؟ بکنم چون ناقص اومد. حالا من سوال دیگه هم میخونم ببین اگر میشه مشتقی گرفت یه مشتق. آیا رستگار چه باید در مسئله شهر این تفاوت باشد؟ آیا در تمام مسئله فلسفی این توانید دوبال نگاه زنان و مردانه باشیم؟ رزم این ایراد منطقی داره خواهیم کرد در همه مسائل. بله، در همه مسائل فلسفی مثلا این چشمنداز زنانه مطرح شد برای اینکه نشون بده که وارد همه علوم بشه و نقادانه به علوم مختلف بپردازه، وارد اخلاق بشه، وارد الهیات بشه، اخلاق فمینیستی، الهیات فمینیستی، وارد روانشناسی، علوم تعلیم و تربیت، معرفت شناسی، حتی معرفت شناسی که دیگه به نظر میرسی که دیگه معرفت خیلی ثابته دیگه، تعریفش ثابته و شرایطش ثابته، حتی وارد معرفت شناسی میشه چشمنداز زمان نگر و انتقادات رو مطرح میکنه و یک علم جدیدی رو بازتولید میکنه، مثلا معرفت شناسی زمان نگر رو بازتولید میکنه. و به حالا موضوعات
ریزتری هم در ذیل اونها، مثلا فلسفه دین زنان نگر بعد دوره مسئله شر، چون یکی از مسائل فلسفه دینه میتونه منظر زنانه وارد بشه و مثلا شما مسئله شر زنانه نگر داشته باشید، چهره زنانه مسئله شر داشته باشید. بله وارد همه مسائل میتونه باشه بشه. بله بسیار ممنونم. من فکر میکنم که برخی نگران رو دارن، یعنی در واقع در میان فلاسفه هم بودن این نقد رو کردن، ولی فکر میکنم میشه پاسخی داد. اینکه اگر پای جنسیت رو به میان بیاریم که بحث کاملا نسبی میشه و لغزنده میشه نگاه ما، مثلا توی بحث معرفت شناسی که قراره که این معرفت معیارهای معرفت باشه، و اگر بخواد معرفت مشروط بکنیم به جنسیت یا صدق رو یا توجیه رو مشروط بکنیم به جنسیت یا جنسیت هم پاشو به میان بیاریم، انگار ما یا وردی شکاکیت میفتیم یا نسبیت یا بکنی به اعتباری معرفت. اما فکر میکنم تو که شما هم اشاره کردیم اینجا سخن از منظرهای مختلف، پنجرهای مختلفیه که من مرد اونها وقتی که نور میتابانم به مسئله، خب اون قسمتهایی رو نور میتابانم که برای من روشن میشه که اون اولویتهای ذهنی من هست که بخشی از این اولویت بندی ها و اساس جنسیت من انتخاب میشه، همه اینها معرفتی نیست. وقتی که نور تابیده میشه بخش ها و اطراف اون نور تاریک میشه. نگاه زنانه هم قرار هست که به جاهای نور بتابانه که از تیرس و دسترس نگاه مردانه خارج بوده. اتفاقا این فکر میکنم همونطور که شما اشاره کردید اینها قرار نیست که آلترناتیو به هم دیگه باشن، قراره که تکمیل کننده هم باشن. بسیار خب خانم دکتر، من از شما خیلی ممنونم. بحث هم طولانی شد، یعنی شما در واقع انرژی گذاشتید، دستتون درد نکنه. از عزیزانم که وقت گذاشت ممنونیم. خواهش میکنم. من از همه دوستانمون تشکر میکنم، همه عزیزانی که حضور داشتن مشارکت کردن، خیلی سپاسگزارم، لطف شما بود. زنده باشی. منم ممنونم از خیلی عزیزان که نشد به سوالشون پرداخته بشه، عذرخواهی میکنم. لایف هم سیف خواهد شد. از دکتر موسوی، دکتر برقعی، دوستان عزیز دیگر که مستقیم و غیر مستقیم مشارکت داشتن، از همه ممنونم. ارادتمند شما، خدا نگهدارتان.